به نام خدا سلام عرض ادب و احترام روی این تحلیل خیلی باید فنی صحبت کنم همه موارد همزمان ببینم بحث قفقاز و سوریه خب من پنج شش روزی درگیر بیماری بودم یک کمی از تحولات عقب هستیم تحولات به هم پیوسته هست این رو فراموش نکنید تحولات کاملا به هم پیوسته هست نکته اول بعد از گرفتن قرباخ توسط جمهوری آذربایجان اشاره کرده بودم حالا ژئوپلیتیک جدیدی بر قفقاز حاکمه دیگه سیه به علاوه یکی وجود نداره سیب به علاوه یک چی بود؟ بیش از دو قرن روسیه در قفقاز گیر مطلق بود امروز روسیه هست ایران بازیگر، ترکیه هست اسرائیل هست آمریکا هست فرانسه هم به نمایندگی از اروپا حضور داره این شکل کوهستانی قرباق هم برگشته توی سده گذشته که جدا شدن به جمهوری آذربایجان یعنی حالا ما با قرباقی رو رو هستیم که مال جمهوری آذربایجانه پس جوپلیتیک اونجا تغییر کرده آقای کمال خرازی هم مشاور رهبری اشاره کرد این نکته اول خب یک اتفاق دیگه هم افتاد یک جلسه توی اروپا بود اتحادیه اروپا یک توافق سر ده 20 میلیارد دلاری کرد که برای توسعه کریدور دالانه زنگ زور نه خیلی ها به زنگ زور اشاره میکنن همون آذربایجان گرجستان ترکیه اشاره به زنگ زور نمیشه نسبت به اون جاده سیونیک ولی برای اونجاست به اون بهونال کریدوری میخواد ناتو حضور پیدا کنه پس یک موضوع دیگه آیا ایران دور زده شد؟ نه چرا؟ خیلی هم میگن چین میخواد از چند شاخه کوریدور ها ارتباطی رو داشته باشه درسته چرا چین میخواد پروژه که اکرا را را بندازه؟ چون میخواد دریا که توی کامالاکا و جای دیگه درگیرش میکنن مسیر دیگه رو ایجاد کنه خب مسیری که اروپای هنوز چسبیده به آمریکا به عنوان ناتو سرمایه گذاری میکنه داخلش و امکان ناتویزه شدن داره دقیقا همون معنا رو داره یعنی چینی که با کشتی داره کالا میبره به اروپا به جاهای دیگه حالا با قطار میخواد ببره اونا میخوان چین مهار کنن به بحانه های مختلف یه زمانی ایران دشمن آمریکا بود بعد روسیه دشمن شد حالا تو اون پلتفرم چین رقیب و در واقع دشمن آمریکاست. پس باید مهار شه بخاطر اینکه چین نتونه مهار کنن چین رو چین داره میره به سمت پروژه کربن یک راه نظم جدید شبکه راه های جدید خب این شبکه راه دوباره دختر اروپاست اروپا است پس نمیشه گفت چین همراهه چون برای روزی که چین درگیر هست با آمریکا این راه کمک کننده است و این راه دوباره در اختیار این نکات خیلی ریزه خیلی توجه جدی روش داشته باشید خب ژئوپلیتیک قفقاز تغییر کرد فعلا جمهوری آذربایجان قره داره حالا شروع کرده سلسله توافقات بیشتر با اسرائیلی ها برای دریافت تسلیحات بیشتر دیدار آقای الهام علیوف با مثلا رؤسای بخش تسلیحاتی نظامی اسرائیل و مسائل این چنین توی ارمنستان چه اتفاقی داره میفته؟ تو ارمنستان همزمان شاهد تنش های گسترده بین ارمنستان و روسیه هستیم حالا توی این ژئوپلیتیکی که تغییر کرده شکل کشورام داره تغییر میکنه یعنی چی یعنی حالا ارمنستان داره به فرانسه و آمریکا نزدیک میشه پیمان امنیت جمعی با روسیه خارج میشه و توافق نامه و اساسنامه روم رو میپذیره یعنی اینکه پوتین و شخص دیگری که فکر کنم مسئول حقوق بشر کمیسار عالی کودکان هست در روسیه به جرم در واقع اون اتفاقات که در اوکراین رقم خورده باید بازداشت بشه و اینو رو تو مجلس ارمنستان تصویب کردن و اگر پوتین بیاد تو ارمنستان بازداشتش میکنن از حریم هوایی ارمنستان رو کنه بازداشت خواهد شد خب ارمنستان جدیدی رو هم شاهد هستیم یعنی شما با یک ارمنستان با سیاست گذاری های جدید رو برو هستید حالا پاشینیان باید خودش رو تثبیت کنه چون در مقابل روسیه تعریف میشه سطح روابط سیاست خارجی در کلان سطح رو با تغییر داده کاملا حالا در فضای افزایش تنش با روسیه قرار گرفته برای تثبیت خودش ابزار قدرت روسیه تو ارمنستان موجوده از طرف یه اتفاق دیگه هم افتاد این اتفاقات رو دارم میگم که برم تو شامات چه اتفاقی افتاد حضور شورای رئیس امنیت ملی ارمنستان در ایران بود با در شورای امنیت ملی ما صحبت کرد با ستاد کلوم و وزیر خارجه صحبت کرد اشاره شد که ایران ناظر نظامی امنیتی بفرست ارمنستان نمیدونم ارمنستان موافقت کرد یا نه ولی برای سیونیک در واقع ایران بارها گفت آقای کنانی هم دوباره اشاره کرد ما هم تحلیل بارها گفتیم ایران مخالف عبور کریدورها همین الان از گرجستان که این یعنی ایران دور زده شد سه خط لگاز و کلی کالا داره عبور میکنه به بندر قارس ترکیه از جمهوری آذربایجان که فراسی میانه مسئله ناتویزه کردن و جدا کردن مرزه ایران اگر نیروهای امنیتیشو ببره تو سیونیک داره یه پالسی میده دیدید که سفیر ما توی سیونیک هم رفتی داره آرساخی ها که اومدن به خاک ارمنستان و خیلی هم خوب خواهد بود نم آقای جعفری هم اشاره کرده بود این مهاجرینو رو بیارن تو سیونیک اسکان بدن این خیلی نکته مهمیه اون فضای روانی مردمی که مهاجرت کردن کامل از ایت جمهوری جانیه و حوزشون تو سیونیک امنیت حفظ سیونیک برای ارمنستان بالا خواهد بود ایران اگر با موافقت ارمنستان وارد فاز اعزام ناظر به سیونیک بشه یک معنا داره اللحاظ نظام ایران اونجا حضور پیدا میکنه و امکان جدا شدن خاک ارمنستان رو میبنده خب حالا با تصور اینکه تو این ژئوپلیتیک جدید قفقاز یه اتفاقاتی افتاده که ما چیدیم چی داره رقم میخوره اونایی که میگفتن روسیه همراه با این کریدور زور هست برن یه قدم عقب روسیه همراه با کریدور زنگزور نیست چرا چون سه به علاوه یک بعد 200 سال رفت رو هوا دیگه روسیه حاکم بر گرجستان آذربایجان و ارمنستان و تسمات اونها نیست دو حضور ارمنستان در توافق اساسنامه روم دشمنی کامل ارمنستان با روسیه است و عملا پیمان امنیت جمعی در کار نیست حالا با یک ارمنستانی روسیه رویه که ساختارش کاملا ضد درست داره میشه از این دولت نخست وزیر بعد هر میزان تحولاتی که در قفقاز افتاده یک به یک خارج از منافع روسیه بوده حالا روسیه بعد یک باز تعریف اساسی از آنچه در قفقاز رخ میده در سیاست خارجش ایجاد کنه یعنی بیاد حداقل به سمت سه بلاوسه که ایران پیشنهاد داده یعنی رسمیت بده به ایران ترکیه خودش گرجستان ارمنستان آذربایجان و هیچ کشوری رو نپذیره و بیاد اونجا شکل منطقه رو بچینه آیا این اتفاق افتاده به روسیه میتونه جز این تصور کنه باید به ایران نزدیک شه ایران میتونه حلقه واسط بین ارمنستان روسیه بشه یعنی ارمنستان آقای پاشینیان از روسیه فاصله گرفته اما آقای پاشینیان میدونه که امنیت مرزهای جغرافیایی ارمنستان با ایران خواهد بدون ایران احتمال حمله به ارمنستان در موج دوم کاملا جدیه کاملا جدیه که ایران میگه ناظر میفرستیم برای مرزها یعنی حواسمون هست مرزها نباید تغییر کنه پس احتمال خیلی بالای وجود داره که ایران میخواد ناظر بفرسته که نمیدونم ارمنستان به یا نه یه مسئله وجود داره خب حالا روسیه اون شکل سابق از دست داده از اون حوزه یه. تسلطی که داشته همیشه و دائم خارج شده حالا با روسیه با شرط جدیدی است روسیه و اوکراین درگیره در تو جنگ روسیه اوکراین هم تحلیل خیلی جدی خواهم داشت معتقدم بریتانیا تلاش خواهد کرد که آلمان رو درگیر کنه بر بریم 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 در جلوتر روسیه رو بعدا تو جای خودش میگیم روسیه با اوکراین درگیره در واقع فاز دوم اتفاقات در ژئوپلیتیک اروپا شرقی میشه توانایی اینکه بخواد به صورت 100 درصد در, در قفقاز ایفا نقش نداره جبهه دوم اصلا صلاح نیست باز بشه یه اتفاقی دیگه هم داره میفته حالا تو شکل جدید قفقاز روسیه با تهدید حضور آمریکا و اروپا هم روبرو فرانسوی ها میگن ما ارمنسا تسلیح میکنیم آمریکایی امریکایی ها میگن خانم نانسی پروسیو خیلی های دیگه پیشنهاد دادن که آذربایجان تحریم شه این تبلیغاتی دیگه همه اینا دنبال یک چیزن در واقع این, این شکلی از امکان رو به پاشینیا میده که ببینید غربیا چه حمایتی میکنن روسیه نکرد ما با اینا ببندیم اون در واقع نفوذ در هر دو کشور همزمان اتفاق میفته روسیه نیاز به همکاری ایران داره ایران نیاز به همکاری روسیه داره در بحث قفقاز هنوزم معتقدم این دو کشور دست بالا رو دارن اگر تعریف مناسبات مشترک جدید در ژئوپلیتیک جدید قفقاز داشته باشن، که فکر می‌کنم به این سمت حرکت خواهیم کرد اما خیلی خیلی داریم قفخاز رو ساده می‌بینیم چرا اگر برنامه های ناتو ترکیه تا الان چیده شده و جلو رفته و اگر یک توافق سر ده 20 میلیارد دلاری ناتو اتحادیه اروپا برای توسعه این کریدور به نام عبور گرجستان داده شده و اگر آمریکا و ارمنه فرانسه توی ارمنستان و اسرائیل و ترکیه در آذربایجان حضور پیدا کردن و اگر روسیه در بحث جمهوری درگیری با اوکراین درگیر شده این امکان رو میده که حالا اونها توی پلن دوم بازی دو دیگری رو انجام بدن یعنی چی یعنی یه فراغ بال خیلی خوبی پیدا کنن تو قفخاس و قره رو که گرفتیم ارمنستان از روسیه جدا کردیم کاملا به محیط قره اشراف داریم برنامه ها طبق و اون چیزی که چیدیم رفته جلو فقط مونده ایران که گفته من درگیر نظامی خواهم داشت حالا توسعه رو از اونور میدیم آروم آروم ارمنستان از مسیرهای دورتر از مرز ایران به نخجوان میاریم یه کمی فضای خوب میدیم به ارمنستان تسلیحات و اینا علاوه رسانه آماده میکنیم فضا ضد رو روسی میکنیم بعد اصلا داخل خاک ارمنستان خود ارمنستان هم میپذیره و, و کوریدور رو میزنیم و ما هم که اونجا هستیم این شکلی هست که الان اونجا هست چرا چون روسیه و ایران تنشی اونجا ایجاد نکردن رو موازهشون استادن ولی تنشی ایجاد نکردن قرهباغ یک شکل خیلی آرامشمندی پیدا کرد بعد از اینکه چند روزه 24 ساعته اون قرهباغ رو گرفتن و خود ارمنستانم وارد چالش چالش با روسیه شد و اعتراضات داخلی هم سرکوب کرد و تمام خب این این آرامشی که در قفقاز حاکم شده ظرف یه پنج روز روزی که اتفاقات افتاد و تمام برنامه اونا چیده شد این امکان رو میده که همزمان که این کریدورها رو فعال نگه دارن بیان سراغ کجا؟ سوریه یعنی چی؟ ما ببین من من باز هم میگم تمام کریدورهایی که تعریف شده من تو مصاحبه که با روزنامه ایران هم داشتم یک صفحه کامل چاپ شد صفحه بعدی شنف هم فکر کنم فعل چاپ میشه فقط تخصصی راجع به کریدور هست اومدم اونجا یه چیزی رو مطرح کردم میگه نگاه تک بر به کریدورها اشتباهه فقط تو هم که نگاه از دید ایران کریدورها رو ببینی از دید ترکیه کریدورها رو ببینی بگی ترکیه دور زده شد ایران دور زده شد روح ایجاد این کریدورها چی بود سلسله شبکه رو های در تنیده چرا تا الان اتفاق نمی افتاد ما چه 54 سال پیش اکورو بستیم بین پاکستان ایران ترکیه غرب اجازه نمیداد چون عملا مسیرهای جدید دور زدن دریاست غرب در دریا کنترل میکنه اقتصاد دنیا و نظم دنیا رو اجازه نمیداد همین کوریدورها که داره ایجاد میشه خودش یعنی تسلط غرب بر منطقه کاهش بده کرده بعد تلاشش کنه به دست بیاره نکته دوم هیچ کوریدوری اتفاق نمیفته مگه اینکه یک پیمان امنیت جمعی رقم بخوره و همه کشورها سهیم باشن چون کریدور در دعوا و جنگ امکان پذیر نیست مثلا کریدور عرب مده هندی ها از امارات عربستان اردن اسرائیل وقتی که تو سه سال رو گذشته چهار پنج بار جنگ اسرائیل با گروه های فلسطینی بود خاک اسرائیل مورد هدف قرار گرفته خود اردن نقطه درگیری هست مرز عراق سوریه اردن غیر ممکن دیگه یا بعد همین که جنگا بری کنار خو همه کل فعاله یا این جنگ امکان فعال شدن کوریدور رو, ها... رو نخواهد داد این نکته این مسئله چیه؟ مسئله اینه که این کوریدور اغ... آزربجان گرجستان ترکیه همین الان هست اونا لنگ مسیر نیست اصلا خط لوله هست کالا میره اونها به دنبال ناتو ایزه کردن بستن مرزهای ژئوپلیتیکی روسیه ایران چین هستن که اصلا کریدوری نره اصلا کوریدوری نره حاکم دریا بر دریا غرب هست و بماند کدوم کوریدور ناتویزش میکنم خفش میکنم همونطور که تو مالکا میخوام چینو خفه کنم خب همزمان که قفقاز خیلی ملو ایران روسیه خیلی محتاط خیلی اه سعی میکنند که توی قفقاز شرایط رو کنترل کنن تقریبا مرز اتفاق نیفته خب برنامه اونا چی بود اتفاق افتاد در در مقابل روسیه قرار گرفت ما تو اساس نامه روم قرباق هم دادن جمهوری آذربایجان حالا تسلیح از سمت اسرائیل شروع میشه 110 میلیارد دلار رو هم ناتو تا اروپا تصویب میکنن از همون مسیر گرجستان سرمایه گذاری بشه که امکان حضور اینها رو بده و خب ایران هم که توی سیونی گفته ما اجازه تقر مرز نمیدیم ایبی نداره چند وقتی که میگیم از به بهانه در واقع فضای ضد روسی و اینا غرب اومده و کمی ارمنستان تسلیح کرده و یکی دو تا تحریم مثلا رو از بستیم یه امکان ایجاد کریدور از ارمنستان میدیم و ناتو هم میاد اونجا میشینه و به بهانه حفاظت از این کریدور رو عملا قفقاز رو ناتویزه میکنیم ناتویزه بشه دیگه اون کریدور چی معنا نداره که اون کریدور انتقال انرژی دریای کاسپیان به اروپا است مهار راههای جنوب روسیه است مهار راههای شمال ایرانه قطع کنیم روح این کریدورها دور زدن دریا که دورزدن تسلط قبل قدرت بحریه این آرامشی که در قفقاز ایجاد شده حالا این امکان رو میده که همزمان بیان تو سوریه بوکمال رو دست بگیرن یعنی چی یه دفعه میبینی تو ترکیه چند تا انفجار تروریستی اتفاق میفته کیه کیه پکیکه کردها بعضی ها میگن ایران داره به ترکیه سری پالسا میده حواس تو جمع کنه من میگم نه اینا فرمالیت هست چرا؟ تو اون طرح چشمه سوله ترکیه که سه بار عملیات انجام داد در 2016 ترکیه تو بخش شمال غرب و شمال سوریه به دنبال این بود که یک عمق 35 40 کیلومتری ایجاد کنه بعضیا فراتر میدونن تا دیر و زور هم میدونن بیاد مهاجرین سوری رو بیاره اونجا دو میلیونشون چه اتفاقی میفته کورت هایی که اونجا هستن ترکیب جمعیتی کرد داره دیگه با اومدن مهاجرین ترکیب جمعیتی این کردها به هم میخوره کردها کیان الان نزدیک به آمریکا اس یا نیروهای قصد کرد هم به دنبال خود مختاری یعنی دولت سوریه میگه که نه شما تجزیه طلبید با آمریکا بستن ایران و روسیه کار میخواستن بکنن به نیروهای دموکراتیک کرد میگفتن که شما بذارید ارتش بشار بیاد اونجا مستقر شه اون وقت ترکیه نمیتونه کارو کنه حالا عرب دیروزوری یه سری از قبایل اونجا نزدیک به تفکر ترکیه ترکیه الان در ایجاد این انفجارها بهانه ای پیدا میکنه الان داره نیروهاشو میاره دوباره تو همون بخش چشمه سول مستقر میکنه و دوباره میره به سمت اینکه داخل سوریه درگیر بشه و نیروهای کردو بزنه و به دنبال این باشه که اون ترکیب مهاجرین سوری که اون مهاجرین مخالف بشار اسدن بیاره تو سوریه حالا شما درگیری این مهاجرین نیروهای کرد بشار اسد با اینها حالا همزمان نیروهای آمریکا که از پایگاه اردن بو رو میزنن دوباره ای رو زور تا حسکه و بخش شمال غرب سوریه رو واقع درگیری کنن چه اتفاق میفته کریدور ایران ما دوباره درگیر یکی دو سال جنگ سه سال جنگ یعنی این کریدور امکان پذیر نمیشه اون هم اسمش کریدوره به تاراج بردن منابع انرژی دریای کاسپیانه و فعال کردن حجم گستری از انرژی که به اروپا میاد جایگزین انرژی روسیه میشه شکل اونجا هم ناتویزه میشه با تقویت در واقع ناتو در قفقاز و بند پنجی که میتونه فعال شه و فشار بر اساس قطع اتصالات روسیه به جنوب و ایران به شمال و با در واقع فشار بر جهوپولوتیک چین برای دور زدن دریاها عملا ترهاشون میره به سمت مهار این سه قدرتی که به نام ایران، روسیه و چین هست. هنوز معتقدم دست باله. حالا مسئله چیه؟ چرا ترکه میاد برای این پلن بازی؟ چون تو قفقاز خیلی آرومه، خیلی راحته. ما نباید بذاریم اینها محور قفقاز براشون آرامشمند دنبال بشه. اون برنامه‌ریزی‌هایی که داشتن، پلنایی که داشتن چیدن، آماده کردن، حالا میان توی بخش سوریه. باید تو قفقاز درگیر باشن باید تو مرز عراق درگیر باشن تو سوریه باید ما میزان فشار بر جمهوری آذربایجان تو بخش دریای کاسپیان داشته باشیم خیلی دی این حیات خلوته قفقازی درسته که ایران و روسیه اجازه نخواهند داد ولی الان برنامه های اونا پیاده شده پلناشون رو هم میتونن حالا ما پلن اینا رو به هم بزنیم ولی الان قفقاز آرامه خیلی راحت اومدن قرباقو گرفتن و تموم شد و پاشینیان هم از فضای روسی خارج شد ببینید ببین این آرامشه این آرامشه این امکان تمرکز رو به ترکیه و آمریکا میده که برن تنش رو روی شمال شرق سوریه و بوکمال شروع کنن این آرامش رو باید بگیریم ازشون این فضای راحتی که تهدید نسبت به جمهوری آذربایجان تحولات ارمنستان وجود داره و اتفاقاتی که داره میفته خیلی به اینها امکان تمرکز و سوریه رو میده اینو فراموش نکنید پس چی شد؟ ق... یک که قفاز تغییر کرده دیگه روسیه رو نمیتونیم سه به علاوه یک در اونجا بنامیم دو روسیه اصلا مخالف موافق زنگ زور چیزی که میگن چه تو پتر دیگه چی کار دارید؟ سه نیروهای امنیتی ایران در ارمنستان حضور پیدا کنن اگر ارمنستان اجازه بده عملا ایران داره ورود نظامیشو رو شروع میکنه چهار آرامشی که در قفقاز ایجاد شده بعد از تحولات این امکان رو به ترکیه داد با بهانه جوایی که نسبت به کردها داشت وارد سوریه بشه و الان دوباره عملیات چشم صلح و اینها رو شروع کنیم اونجا نیروهاشونم افزایش دادن امروز میدونید که پیشنهاد ایران هم این بود که ترکیه مرزهای از داخل سوریه خارج شه ایران روسیه تا 45 کیلومتر تضمین امنیتی بدم به ترکیه که قبول نکرد چون دکتاتور بحران انفجار شروع میکنه به بهونه اون بیاد یادتون باشه سال گذشتم که این ارتششون رو بعدشان و با هشدار ایران و روسیه رو مواجه شدن و غلاف کردن اون رو انفجار های میدان و تقسیم و اینا اینا بهانه شد بر شد الان هم همین رو بهانه میکنن میان یه حالی باید به این ترک داده بشه یعنی این تمرکزی که این خیه خیال آسودگی خیالی که تو قفقاز ایجاد شده تمرکز بیشتر اردوغان رو روی این مسئله گذاشته یه مقدارم هم حمایت های مالی قرب به ترکیه رو شاهدیم یه یکی از عزیزان پایم دارد آقای ندیمی این سه ساله میخوام بدن این میلیارد دلار رو سه ساله بدن تو سه تا بدن فقط این نیست که کمک های دیگه ای هم خواهد شد که ترکیه بتونه این بازی رو انجام بده و خب بحث قفقاز هم داره به نقطه خوبی براشون میرسه این مسائل رو فراموش نکنید معتقدم ایران و روسیه باید در بحث قفقاز تمرکز ترکیه در سوریه رو به هم بزنند یعنی ما باید شاهد این باشیم که در قفقاز تحولاتی رخ بده که از لحاظ امنیتی تهدیدگونه باشه برای اینها و اینا رو یه مقدار موضوع قرار بده آدم جرات نمیکنه مستقیم حرف بزنه ولی خب من پیشنهاد میدم مسئولین که میشنون حتما خیلی از داده ها رو دارم ما داده نداریم بر اساس دنبال کردن اخبار روزانه و تحولات در تک تک نقاط میام تحلیل ارائه میدیم حواسا باشه به سوریه حواسا باشه به بازدید تمرکز جدید ترکیه در سوریه همچنان معتقدم کاملا ایران و روسیه در قفقاز و ایران در محور شامات مسلط هست دست بالا رو داره کاملا دست بالا رو داره فقط باید تمرکز اونها رو از سوریه دور کنیم توی قفقاز هم آسودگی خاطر اینها رو بگیریم ببینیم برنامه ایران چیه هنوز منتظرم این یکی دورزه ببینم تحولات به چه شکل میده دیدم که خب سفری که امنیت ملی ارمنستان مسئولش داشت به ایران بعد بریم اونها چه تصمیم میگیرن از این مذاکرات و گفتگوهایی که شد ایران مسئول نیروی نازش میره اگه بره حالا تحلیل متفاوت میشه میگم پلن ایران رو هم و بازی بعدی روسیه رو منتظم ببینم در تو ارمنستان چه تصمیماتی میخواد بگیره تا بیایم بگیم آقا بازی ایران روسی هم این خواهد بود و تحولات قفقاز حالا داره میریم رو به تنش میره که اون تمرکز که بر سوریه و آمریکا و سوریه رو بیگیره ما نباید قفقاز رو بذاریم با یه آستیگ خاطری اینا برن قشنگ اونور حالا این رو به دست آوردن اون در واقع محورهای کوریدوری ما رو زیر ضرب قرار بگیرن مرسی همراه بودید ممنونم دو سه تا تحلیل خوب دارم با دقت نگاه کنید اونجوری هم خوب بگیره چون بعد شنیده بشه چون مخاطب بعد توی روند حرکتی قرار بگیره توی تحلیل و مسائل رو با هم به ساعت چند و ترکیب ببینیم از لایک ها و کامنت ها ممنونم حمایت های مالیتون رو از ما دریغ نکنید خیلی کمک میکنه به ادامه کار ما و خیلی 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 مسائل رو برای ما ساده میکنه و ما با دقدقه کمتری میتونیم این رو جلو ببریم همش لطفه همش لطفه پروردگاره و اینکه شما به ما حمایت مالی میکنید نشان از این هستش که نسبت به ما یک دیده هموطن گونه دارید و این هم لطف خداست و سرمایه که خداوند به ما داده دا. امیدوارم لایقش باشیم و لیاقتش رو داشته باشیم همتون رو به خدا میسپرم پاینده ایران همیشه ایران برای